رشد آماری کودکان کار در هرات نسبت به سال گذشته دو برابر بوده است. مسئولان ریاست کار امور اجتماعی میگویند بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده بیش از 8900 کودک خیابانی در این ولایت به سر میبرند که از این میان 61% آنها در حال حاضر مصروف انجام کارهای شاقه هستند. به گفته آنان عامل اصلی افزایش کودکان کار در این ولایت آوارگان داخلی هستند. اطفال روی سرک و اطفال کارگر و اطفال نهایت آسیب پذیر در هرات از چند به این سو رو به افزایش بوده، به خصوص بعد از سرازیر شدن سیل عظیمی از بیجا شده های داخلی و همچنین عودت کننده ها به ولایت هرات. ما بران شدیم تا با حمایت مؤسسات بین المللی من جمله یونیسف و دفتر وارچالد و تحت رهبری مقام ولایت هرات یک سروی بعد از چندین سال در این عرصه انجام بدیم که خوشبختانه این سروی با موفقانه به پایان رسیده. عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات میگوید که این اداره در تلاش است تا به منظور کاهش این آمار کودکان کار را در رشته های فن و حرفه بگمارد. در یکی از این موارد که از قبل تقریبا سر از او کار میشه، اداره یونیسف ملل متحد و مؤسسه هلپ جرمنی به نوعی به توافق رسیدن که تعداد حدود 2000 طفل در برنامه های آموزش های فن و حرفه‌ای انشالله شامل بسازن. در این حال مسئولان محافظت از کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی از افزایش آمار کودکان کار در این ولایت نگرانند و افزایش آمار این قشر را چالشی اجتماعی می دانند. وضعیت چند کتگوری طفل در ولایت هرات داریم متاسفانه. کودکان کار و کودکان خیابانی در ولایت هرات مثل چند کلان شهر دیگه یک از معضلات جدی اجتماعی هست و نگران کننده، و مسئله کودکانی که به شکل غیر قانونی دیپورت میشه از جانب کشورهای همسایه و خصوص ایران، اینا مورد نگرانی هست که ما نیاز شد بر اساس یک پلان از قبل شده شامل برنامه به اصطلاح مطالعاتی سال روان با او بپردازیم. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز وضعیت کنونی کودکان کار در این ولایت را نگران کننده میداند. مسئولان این کمیسیون میگویند که باید به وضعیت کودکان کار در این ولایت رسیدگی جدی صورت گیرد. کار برای کودکان و حمایت از وضعیت فعلی کودکان در ولایت هرات یک نگرانی میشه گفت که بزرگی برای دفتر حقوق بشر به خصوص در حوزه غربه. اطفالی که امروز ما شاهد از او هستیم و در مکانهای مختلف ما از وضعیت از نظارت میکنیم، دیده میشه که این اطفال واقعا در حالت بسیار فجیع قرار دارند. مقامهای محلی هرات با ابراز خوشبینی از این بررسی آماری میگویند که نتایج این سرشماری به منظور بررسی و رسیدگی به مرکز ارسال خواهد شد. به تفکیک که سن از اینا و به تفکیک که اینا از کجا آمدم فعلا این تمام شد و مرحله بعدی این هست که ما از اداره محلی به مرکز هم خبر بدیم، این آمار بری از اینا بگیم، شخص خود رئیس جمهور سکرتریت اطفال و مؤسسات همکار ما که مؤسسات همکار امروز شاهد هستیم که همه دور هم جمع شدیم که بالاخره بعد از ماها که تحقیق و سروی شد و این آمار به دست ما آمد، ما چه کارهایی باید برای از اطفال انجام بدیم که سن مثلا 15 سال تا 18 سال چیزی که به ذهن ما هست باید برای از اینا حرفه یاد بدیم، در کنار اینا از آموزش اطفال عقب نمونیم. از سوی هم فعالان مدنی نیز بر عملی کردن راهکارهایی برای مهار رشد آمار کودکان کار تاکید دارند. حالا که یک سروی انجام شده مسلما خلاها و خطاها شناسایی شده، امیدواریم که نادای بسیار زیاده برن به طرف عملی کردن پروسه و انو تبعات مثبت و منفی از این برملا بسازن، و اگر ما شاهد بیبودی در وضعیت کودکان ولایت هرات نباشیم متاسفانه آسیب پذیری این نسل بسیار زیاده. امیدواریم این سروی بازکننده یک دروازه برای بیبود وضعیت باشه.
قابل ذکر است که این بررسی آماری از ابتدای سال 2019 میلادی آغاز شده بود و نتایج آن نشان داده که در حال حاضر به تعداد 8906 کودک خیابانی در ولایت هرات مصروف انجام کارهای مختلفند. همچنان یافته های این سرشماری نشان داده است که 54% این رقم را کودکان آواره شده از ولایات مختلف تشکیل می دهند.